سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی، با این امید که خوب و سرحال هستید و فرصت دارید پای برنامه روانشناسی برای همه بشینید که من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده تقدیمتون میکنیم. برنامه های روانشناسی برای همه هفته یک بار روزهای سه‌شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران در تلویزیون کانال جدید شما میتونید اون رو مشاهده بکنید. تکرار این برنامه روزهای شنبه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. در برنامه امروز میپردازیم به یک سری از سوالات و مسائلی که شما بینندگان گرامی با ما در میون گذاشتید، همراه با دکتر میترا بابک. سلام به شما دکتر میترا بابک عزیز، با خوش آمد به یک برنامه دیگه از روانشناسی برای همه. شما درود شما و همه عزیزا. خب از اینجا شروع میکنیم که یک خانم 33 ساله گفتن که 3 بار تجربه طلاق دارن. خیلی جوان بودن، 14 سالگی به زور ازدواج کردن و طلاق گرفتن. مرد خوبی نبوده، اذیت میکرده، کتک میزده، خلاصه از این حرفا. نفر دوم نه رابطه جنسی خوبی میتونسته برقرار بکنه و نه به هر حال رابطه خوبی نداشتن. نفر سوم وقتی که ازدواج میکنن حامله میشن و نفر سوم، حالا همسرشون، دلشون نمیخواسته بچه دار بشن و یه جورایی این خانم مجبور میشن که سخت کنن بچه رو. از اینم جدا شدن و به هر حال وضعیت خوبی ندارن. میگن الان که 33 سالش هست مشکل دارن، افسرده هستن، نگران وضعیت آینده هستن و میخوان که کار شروع بکنن، پول ندارن، خلاصه خیلی مشکلات هست، راهنمایی میخوان. یه ذره با هم دیگه ما صحبت کردیم، عجله دارن برای اینکه مجددا ازدواج کنن. هی میگن خواستگار دارم، اینجوریه اونجوریه. منم گفتم یه ذره آروم باش، 33 سالته، تازه 33 سالته، هنوز خیلی جوونی، عجله نداشته باش برای اینکه فوری یه پارتنر پیدا بکنی، یه ذره آرام باش. به هر حال خب میخواستن که صحبتهای شما رو هم بشنون. همونطور که شما گفتی سیما جان، همش 33 سالته. در سن 33 سالگی 3 بار جدا شدی و همچنان میخوای دوباره ازدواج کنی و از نظر اقتصادی هم مشکل داری. خب به نظر من یک، از نظر اقتصادی مشکل داری، آویزانی، و دو، معنای رابطه و کامپرمایز و یا کنار آمدن شاید با رابطه ها رو بلد نیستی، نداری، و همین دلیلی که زود سرخورده میشی و تصمیم به جدایی میگیری. طبیعتا بخش سوم ازدواجت که تبدیل شد که سخت کنی به زور بچه تو، خب این خیلی خیلی دردناکه، اون یک آسیبه برای شما. ولی من فکر میکنم آسیب های دیگری هم در گذشته خوردی، چون استقلال نداری. یادم، ببینید، من سالها پیش تو برنامه من و تو، برنامه دوراهی بود فکر میکنم، در مورد آیا همه باید ازدواج کنن، آیا همه باید پدر مادر بشن، اصلا من این اعتقاد رو ندارم. به نظر من همه نباید ازدواج کنن و همه هم نباید پدر مادر بشن. ما اول باید هنر رابطه طولانی و یا همسرداری و بعد هنر فرزندداری رو بیاموزیم. در کنار هنرش باید علاقمند به این کامپرمایز کردن و یا پذیرفتن دیگری رو یاد بگیریم تا ازدواج کنیم و بعد بچه دارم بشیم، که متاسفانه تو فرهنگ ما این اصلا نه تعلیم داده شده است و نه اصلا تفهیم شده است. اینجاست که به نظر من فکر میکنم شما کالای ازدواج نیستی، همچنان کالای ازدواج نیستی. خوش بالت که همش 33 سالته، ولی الان اصلا نه شما نه تنها فکر ازدواج چهارم نباید باشی، بلکه اصلا نباید فکر رابطه هم باشی، اصلا وارد رابطه نشو. شما خودت با خودت مشکل داری، شما با دیگران مشکل داری، شما باید اول خودت رو پیدا کنی، چون میخوای بری توی دیگران، توی ازدواج با دیگری خودت رو پیدا کنی، در صورتی که هم خودت بیشتر گم میشی، هم طرف مقابل رو بیشتر گمش میکنی. اینه که این نیازهای شناخت خودت و اینکه من کیستم رو باید پیدا کنی. شما یه فرد گم شده ای هستی که اعتماد به نفس پایینه و سعی میکنی با رابطه و
از طریق رابطه و وارد یه ازدواج بتونی پدر دومی شاید پیدا بکنی یا فرد مسئولی که ازت نگهداری کنه و درکت کنه، تو رو درکت کنه، در صورتی که خودت هم اونا رو نمیتونی درک کنی چون خودت هم خودت رو نمیشناسی. اینا برمیگرده به آسیب‌های کودکی شما و میدونی که در فرهنگ ما سه بار ازدواج کردن و طلاق گرفتن خودش میشه یک پرونده، و برای چهارم شما چطور میتونی گارانتی بکنی که دفعه چهارم هم جدا نشی؟ اصلا چرا میخوای ازدواج کنی که بعد ممکنه جدا بشی؟ و بعد وقتی که آدم وارد یک رابطه میشه، وارد یک ازدواج میشه و طرف میگه من بچه نمیخوام و اگر من برم یواشکی خودم رو حامله کنم با کلک زدن، من دارم خیانت میکنم به اون رابطه، به اون فرد. اینجاست که اینا مسائل بسیار جدیه که شما باید خودت رو پیدا کنی. به نظر من شما یک کودک نیازمند آسیب خورده 5 ساله تا 12 ساله، هنوز بزرگ نشدی عزیزم. هر چقدر میتونی باید خودت رو پیدا کنی. این همه کلیپ هست، من بالای 4000 تا کلیپ دارم. برو خودت رو پیدا کن، اگر امکانش هست کمک حرفه‌ای خوب بگیر تا بتونی اول خودت رو پیدا کنی و بعد وارد رابطه ازدواج چهارم بشی، حتی وارد رابطه هم فعلا نشو. بله، یک آقای 35 ساله گفتن که در انتخاب شغل سردرگم هستم، زیاد این شاخه اون شاخه میپرم، توی تصمیم گرفتن مردد هستم، قبلا یه بار ورشکست شدم، میترسم که بازم شکست بخورم، احساس میکنم که فرصت آزمون و خطا دیگه ندارم. مورد بعدی که سوال کردن، گفتن که چطور میشه عشق شکست خورده رو فراموش کرد و به اصطلاح پشت سر گذاشت، یعنی اون طرفی که قبلا عاشقش بودی رو بعد از سالها هنوز تو ذهنت نداشته باشی و درگیر نباشه ذهنت، بندازی بیرون و ادامه بدی زندگی رو. در مورد موضوع اول، خب اون ورشکستگی که شما ورشکسته شدی خیلی ضربه روحی خوردی و خیلی ترسیدی، نمیدونم تحصیلاتتون رو، نمیدونم اسکیل یا مهارتاتون چیه، چرا باید انقدر از این شاخه به اون شاخه بپری؟ البته در ایران وقتی که ما این همه مشکلات داریم برای کار پیدا کردن، حتی متخصصینشون نمیتونن کار پیدا کنن، فقط آقازاده هاشون حق دارن، خب طبیعتا خیلی دردناکه. به اضافه اینکه شما نگرانی سرمایه باید بذاری اگر دوباره ورشکسته بشی، خب خیلی ترسناکه، خیلی برای شما ترسناکه. این حق انتخاب که حتی تو زندگیت هم نمیتونی انتخاب بکنی، اینا برمیگرده به فرهنگ غلط ما و آسیب‌های کودکی ما که به ما حق انتخاب هرگز ندادن. اما اینی که شما بخوای به خاطر ورشکستگی هی از این شاخه به اون شاخه بپری، اتفاقا ضربه‌های بیشتری میخوری. حواستون باشه، شمایی که قبلا ورشکسته شدی باید با تجربه خیلی عمیق‌تر و بهتر و آگاه‌تر وارد یک شغل دیگه و یا یک بازار آزاد دیگه بشی. از کوچیک شروع کن، چون اگر بخوای دوباره از بالا شروع بکنی دوباره شکست می‌خوری، چون نگرانی، استراب داری و ممکنه که فکرت خوب نتونه کار بکنه. اگر میخوای تنهایی شروع کنی، حتما حتما از پایین شروع کن. اگر با شریکی هستی، شریکی باید باشه که درایت داشته باشه و صداقت. دوباره این در کنار اون شریک درایت و با صداقتت، خود شما هم صداقت و درایت داشته باشی که بتونید دوباره از پایین چیزی رو دوباره رشد بدید. یک نهادی رو دوباره بعد رشد بدید. نمیتونی رو هوا از این ور به اون ور بپری و نتونی روی زندگی کار درستی برای خودت درست بکنی. پس از کوچیک شروع کن و اون کوچیک رو هی بال و پرش بده آروم آروم، مثل یک نهال هی آبیاریش کن اون شغلتو تا ببین. و اگر برای کسی کار میکنی، این خیلی بحث مهمیه، اگر برای کسی کار میکنی صداقتت رو نشون بده، علاقت رو به اون کار و به اون حقوقی که داری میگیری کمکاری نکن. هرچی علاقت رو بیشتر نشون بدی و صداقت بیشتری در اون کار داشته باشی، کارفرمات شما رو بهتر میتونه ببینه، بهتر بهت اعتماد میکنه، حقوقت رو بیشتر میکنه و ممکنه از همون شغل شما وارد شغل خصوصی خودت بشی با تجربه‌ای که پیدا کردی و بتونی اون مسیر بهتر رو هدایت کنی. در مورد موضوع دوم، شکست عشقی، هنوز تو شکست عشقی گیری؟ من یکی از کوتام اینه که اگر ما اولا عشق یک طرفه، یک جاده بمب، یک جاده که نه، یک کوچه بمب است.
شما به اون کوچه بنبست رسیدی و طرف رفت و شکست خوردید از عشق، هنوز غرق اون عشقی. وای به حال من و تو که عشقمون یک طرفه باشه، وای به حال من و تو که بخوایم انقدر خودمون رو خار و خفیف و ذلیل بکنیم که وقتی دامپ شدیم، وقتی پرت شدیم بیرون از اون عشق، بخوایم همچنین لهله بزنیم و همچنین خودسوزی و خودزنی بکنیم و در این مرداب خودمون رو نگه داریم که این مرداب گندابه. به خودت داری توهین میکنی، به شخصیتت داری توهین میکنی. نخواستت که نخواد، تو هم نباید بخواش. وقتی یه نفر عاشقشی، وقتی بهت بگه من تو رو دوست ندارم، سخته، دردناکه، گریه‌وزاری هم میکنی، اما از این سوگواری بیا بیرون، ردش کن. گیر کردی تو این سوگواری لعنتی و خودت رو له و لورده کردی. برای خودت حرمت قائل شو، سوگواری رو تمام کن، بگو دوستم نداری، دوستت ندارم، مسیر تو از این مرداب بیار بیرون، وارد رودخانه کن، وگرنه داغون داغون شده هستی و وارد هر رابطه دیگری هم بشی گن میزنی میره. برای اینکه میخوای به فکر اون یا فیل گم شده در هندوستان باشی. نکن، با خودت انقدر بد نکن و با یار جدیدت هم انقدر بد نکن اگر هست. بله، خب یک آقایی که 38 سالشون هست و خانمشون 31 سالشون هست، گفتن که 15 ساله که ازدواج کردیم، دو سه بار همسرم حامله شده ولی توی ماه سوم چهارم سقط میکنه و همین باعث شده که خیلی ناراحت باشه و خلاصه روحیمون وضعش خیلی بد باشه. الان 8 ساله که دیگه همسرم حامله نشده و خب خیلی بچه میخوایم و راهنمایی میخوایم. البته همسرم بسیار استرس داره. یکی از دلایل حامله نشدن و یا سقط بچه دقیقا استرس هم هست. اینو فراموش نکنید. خیلی وقتا تریک میزنیم ما یا دکتران متخصص زنان و زایمان تریک میزنن، کلک اینجوری میزنن که دیگه تو حامله نمیشی، که بارها این اتفاق برای من و یعنی نه برای خودم، با پزشک متخصصش صحبت کردیم که یه همچین کلکی رو بزنیم که استرس استرابش رو بگیریم. ولی یادتون باشه این استرس و استراب نمیذاره شما حامله بشی و نمیذاره که شما بچه رو هم کنی. به اضافه اینی که حتما بهتون گفتن مشکلات فیزیکی و رحم شما چیه که نمیتونه بچه رو نگه داره، اینا هم حتما بهتون گفته شد. به هر حال مسئله مهم، میفهمم دوست داری که مادر بشی، پدر بشی، مهم اینجا اینه که شما چند راه دارید. یک، در درجه اول بپذیر که بچه دار نمیشه، بگو نمیشه. حالا در بین این نمیشم اگه بتونی یه گربه و یا سگ بیاری و تمرین مادری و پدری رو با این گربه یا سگ بکنی، این به شما آرامش میده. یعنی احساس میکنی، چون عشق بدون قید و شرط، مخصوصا سگ عشق بدون قید و شرط به شما میده و واقعا این بچه میمونه، رفتارش این بچه میمونه، هوشش این بچه میمونه، این به شما آرامش میده، احساس اون خلأ رو برای شما پر میکنه و امکان بسیار زیادی اگر مشکل جدی فیزیکی نداری و بیشتر اضطراب و استرس روحی روانیه، باور کنید که سرگرم شدن شما با این پت، مخصوصا با سگ، و این حس مادری رو دادن به سگ که وقتی بهش میگی مامان جون، بابا جون، این حس مادری رو به اون سگ و گربه میدی که اونم پست میده با اون مثل یک کودک، این آرامش بدون اینکه شما متوجه بشی امکان این زار زیاد داره که شما وقتی هم که آمیزش میکنی یادت باشه وقتی آمیزش میکنی با همسرت حتما به فکر این نباش که وای من حامله نمیشم، اصلا مهم نیست دیگه حامله میشی یا نمیشی، چون این سگ جاشو براتون شما فعلا پر کرده. وقتی آمیزش جنسی میکنی باید با آرامش خاطر و با لذت خیلی زیاد بدون اینکه به فکر این باشی که حامله بشی آمیزش جنسی با همسرت بکن. اون وقتی که امکان داره که این اعجاز، که اعجازش دقیقا آرامش هست و نه اعجاز الهی، آرامش هست،
این اعجاز ممکنه که یک دفعه بیدار بشی و متوجه بشی که حامله هم هستی. حال در کنار این سگ مهربونت، حال حامله هم ممکنه شدی و حالا این بچه اتفاقا در دوران حاملگی اگر که شما سگ در خانه داشته باشی یا گربه در خانه داشته باشی، بسیار ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی بدن خودت و جنینت رو هم بسیار قوی تر از بچه های معمولی میکنی و حال هم بچه تو داری و هم سگتو داری. و اگر احیانا باز بچه دار نشدی، این خلأ حداقل با خود شما و همسر پر میشه و خیلی اتفاقا امکان این هست که شما حامل هم بشه. Good luck. بله، و اما خانومی از افغانستان با ما تماس گرفتن، یه مقدار شرح اوضاع بعد از اومدن طالبان رو مطرح کردن که چقدر شرایط سخته و بده. خودشون گفتن من از یک خانواده فقیر هستم، به سختی درس خوندم، آمال و آرزوهایی داشتم، الان با وجود طالبان احساس میکنم همه آرزوهام از دست رفته و فکر میکنم که همه رو با خودم به گور خواهم برد. کمک میخوان، در واقع درد دلی کردن. ای جان افغانستانی من، چی بگم من به شما که این جمهوری ناشرف بی شرف جمهوری اسلامی با شما چه کرد؟ چه پروبالی داد به طالبان که بخواد حکومت خودش رو بیشتر ادامه بده؟ سخته، اصلا آسون نیست. من دو روز پیش کلیپی دیدم که طالبان دو تا جوون مثل گل رو دستگیر کرده بود، گذاشتشون تو ماشین، بعد یکی اومد با عصبانیت اینا رو از ماشین آورد بیرون، تو صندوق عقب دو تا ماشین اینا رو جا داد که یکی جوان رشید بلند قد بود که نمیتونست اون صندوق عقب حتی جا بگیره و این طالبان وحشی چنان با خشونت خیلی بعد این عزیز جوان ما رو پرسش کرد که بتونه در این کاپوت لعنتی ماشینش رو ببنده. یعنی حتی لیاقت نداشتن این دوتا جوان رشید افغانستانی ما از دید آن بیشرف ها حتی تو ماشین دستگیر باشن بشینن، بعد برن تو صندوق عقب. یعنی یک همچین فاجعه ای و در کنار شیرزنان شما رو من در کلاب هاست در اتاقای شما میبینم که چشم در چشم طالبان میکنند و فریاد آزادی میزنند. حق داری. من چی بگم عزیزم؟ چی بگم که گرفتار طالبان و داعش سنی و شیعه شدن آسان نیست. امیدوارم ما بتونیم جمهوری اسلامی رو از بیخ و بن نابودش بکنیم، چون جمهوری اسلامی به نظر من سر این ضحاک بره، طالبان بسیار ضعیفتر میشه و بتونیم این افغانستان عزیز ما و این خاورمیانه ما بتونه از دست داعش و طالبان نجات پیدا کنه. درد دلت به جان و دل من کاملا درکت میکنم و جگر خونتون هستم. آقایی گفتن که به خاطر کارشون، نوع کارشون، مسافرت زیاد میرن و تو خونه نیستن. دفعه آخر مسافرتشون خیلی طولانی شده، حدود 2 سال. وقتی که برگشتن پسر 5 سالشون گفته که وقتی که تو نبودی یه آقایی میومد دیدن مامان، مامانم آرایش میکرد و خودشو خوشگل میکرد و همسرم هم قسم میخوره که چنین چیزی نیست. الان با یک بددلی روبرو هستم و بهم بگین که چه کار کنم، چجوری این مشکل رو با خودم حل کنم. یه مثالی، البته نمیگم این در این مورد، ولی چی بود این، یه پرنده های کوچولو هستن که اسمشون یادم رفته، روپای مادر نشسته بوده، بچه میاد میگه اسمش، الان یه چیزی من از کودکی یادمه که پدر مادر رو میکشه به خاطر گفته بچه، فکر میکنه منظورش یکی مرده، اگه یادتون اومد بهم بگید. ولی مسئله اینجا اینه که خب 2 سال دور بودن خیلی سخته، ولی هرگز هیچ کس حق خیانت نداره. من نمیگم خانم شما خیانت کرده، به همین دلیله که من همیشه حوار میزنم که خود ارضایی کنید. وقتی نیاز جنسی دارید خود ارضایی کنید، که این نیاز جنسی وقتی انسان رو به اشتباه نکشونه. در کنارش هم زمانی که ما 2 سال از همدیگه دور هستیم، خوشبختانه الان این
اپای مختلف و این میدیای دنیای مجازی هستش. زن و شوهر، دوست دختر پسر، یعنی دوست دختر پسر هم هستن چون تو مشکل هست، ولی زن و شوهر که محرم هم دیگه و یار و عشق هم دیگه هستن، میتونن احساسات خودشون رو از همین پشت فیس تایم همه اینا احساسات جنسیشون رو برآورده کنن و یار هم دیگه همچنان بمونن. نمیدونم عزیزم، اگر که من نمیتونم بگم این بچه دروغ میگه، نمیتونم بگم راست میگه، مهم اینه که همسر شما اگر این اتفاق افتاده متوجه اشتباه شده باشه، چون اون اشتباه میتونه بعضی گاهی یک اشتباه این چنینی میتونه یک بیداری بزرگی برای زندگی بشه. و اگر امکانش هست، اگر این اتفاق افتاده که خب میدونین شما طبیعتا خیلی سخته برای فرهنگ ما، مخصوصا برای زن خیلی سخته که اقرار کنه. در دنیای غرب زن و مرد فرق نمیکنه، به راحتی میگه آره کرد، عذرخواهیش هم اگه از ته دلش باشه میگه پوزش میخوام، ببخشید و میخوام باید بمونم اگه تو رو قبول کنی. ولی ما تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم که زن ستیزی همیشه بوده، سنگسار زن و همه این مصیبت ها. اما مهم اینجا اینه که این بچه 7 ساله، الان 7 سالش، 5 ساله، 5 سالشه بچه، الان 5 سالشه. بله، الان 5 سالشه. خب بچه 3 تا 5 ساله چی دیده؟ چون 5 تا 7 ساله جور دیگه ای میبینه. امکان این هستش که این بچه تو تخیلات خودش، ممکنه بعضی وقتا بچه فیلم نگاه میکنه و هویت سازی میکنه مادر و یا پدر رو با اون فیلم، من نمیدونم، یا ممکنه که مثلا مادر با یه مردی صحبت کرده، بچه فانتزیش رفته یه جای دیگه، بیشتر و فراتر رفته، چون 3 تا 5 ساله تفکراتش و فانتزی و خیال پردازیش با 5 تا 7 ساله فرق میکنه. اما مهم اینجا اینه برای شما و برای این رابطه که چقدر همسرت دوست داری. صدای منو برای همسرت هم بزن، این ویدیو رو حتما برای همسرت بزن. چقدر این زندگی مهمه، چقدر شما میتونین به همدیگه عشق ورزی و یک زندگی دوباره رو برای خودتون بعد از 2 سال که برگشتید بسازید. و این افکار این کودک که میتونه کم رنگ تا، اگر جلوی کودک این مسائل رو باز کنید، این خیال پردازی برای بچه خیلی محکم نهادینه میشه. ما حتی شهادت کاذب داریم، در دادگاه هم ما شهادت کاذب داریم، یعنی طرف فکر میکنه که این حقیقت داشته در صورتی که حقیقت نداشته، ولی واقعا فکر میکنه که این اتفاق واسش افتاده. اینم فراموش نکنید، برای اینکه یک بعضی مواقع یه اتفاقاتی رو ما بزرگتر و بزرگترش میکنیم و نهادینش میکنیم توی فکر خودمون، یا یه اتفاق نیفتاده رو ممکنه که از نظر روانی ما بزرگش کنیم و نهادینش کنیم. اینه که لطفاً جلوی بچه هرگز این مسئله رو باز نکنید، و اگر میخواید با هم زندگی کنید حواستون باشه که ممکنه بچه حقیقت رو نمیگه واقعاً، ممکنه این چیز خیلی کوچیک رو برای خودش بزرگ کرده، و یا مادر رو توی فیلم دیگه یا توی رابطه دیگری دیده. به هر حال، به هر دلیلی که هست، مهم اینه که آیا ارزش این رو داره که شما یک زندگی رو خراب کنی، تا آخر عمرت با بدبینی زندگی کنی و زهر مار کنی این زندگی رو برای خودت و همسرت، و یک کودک بدبین و زنستیز تحویل جامعه بدی، یا اینکه نه واقعا بشینید با هم دیگه صحبت کنید، با هم دیگه به یک نتیجه بهتر برسید که این مرحله رو باید بذاریمش کنار، در صورتی که همسر هرگز به فکر خیانت نباشه و شما به فکر خیانت آینده نباشید. یعنی یک زن و شوهر صادق باشید در کنار هم دیگه، و رفتار بسیار مهم جلوی کودک، و رفتار وقتی شما هم دوباره اگر به خاطر کارتون باید دوباره برید جای دیگر، اینجا خیلی مهمه، نه دروغ گفتن به کودک، بلکه رفتارهای ما جلوی کودک بسیار مهم، چون کودک گلگو برداری میکنه و بدبینی هم میتونه براحتی اکتسابی باشه. این هم فراموش نکنید، بخش ژنتیکی ارثش یک طرف، بخش اکتسابیش بسیار بزرگتر. ببینید ارزش زندگی شما الان چیست، نه فقط به صرف اینکه کودک شما چی گفت. بله، خب وقت برنامه‌مون تموم شد.
و ممنون، بالاخره خیلی از سوالات تو این برنامه تونستیم بپردازیم و جواب بدیم. امیدوارم که در برنامه های بعدی باز هم فرصت داشته باشیم که بتونیم به سوالات بیشتری بپردازیم و نکات بیشتری رو مطرح بکنیم. ممنونم از شما دکتر میترا بابک عزیز و ممنون از شما بینندگان گرامی که تا این ساعت با ما همراه بودید. بینندگان گرامی، برنامه امروز رو به پایان بردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امیدوارم به سوالات و مسائل شما پاسخ داده باشیم. به امید دیدار شما عزیزان تا برنامه آینده.